سرخط خبرها، کشته و زخمی شدن 31 جنگجوی طالبان و شمول دو فرمانده این گروه در المند، کشته شدن 258 جنگجوی طالبان در یک شبانه روز گذشته، برای سپاه 209 شاهین فرمانده جدید گماشته شد، و در اخیر کاخ سفید ترکیه نقش اصلی را برای تامین امنیت میدان هوایی کابل بازی خواهد کرد. به نام خداوند مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن 258 جنگجوی گروه طالبان در یک شبانه روز گذشته خبر داد. به گزارش سپوتنیک، وزارت دفاع ملی افغانستان امروز جمعه 28 جوزای 1400 نوشت در درگیری ها و حملات متقابل نیروهای دفاعی و امنیتی 258 تن طالب کشته، 156 تن زخمی و مقدار زیاد سلاح و مهماتشان تخریب شده است. این وزارت همچنان افزوده است 76 ماین مختلف و نو که توسط طالبان در نقاط مختلف کشور جهت هدف قرار دادن افراد ملکی و نیروهای امنیتی جابجا شده بود کشف و خنثی شد. وزارت دفاع درباره جای کشته شدن این جنگجویان گروه توریستی طالبان نوشته است که این طالبان در ولایات ننگرهار، لغمان، پکتیا، زابل، هرات، فرا، غور، فاریاب، بلخ، جوزجان، هلمند، تخار و بغلان کشته و زخمی شدند. یادآوری میکنیم که در ماهای پس این درگیری ها در بسیاری از ولایت های افغانستان افزایش پیدا کرده و برخی از ولسوالی ها از کنترل دولت افغانستان بیرون شده است. کشته و زخمی شدن 31 جنگجوی طالبان به شمول دو فرمانده این گروه در هلمند. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته و زخمی شدن 31 جنگجوی طالبان به شمول دو فرمانده این گروه در هلمند خبر داد. به گزارش سپوتنیک، وزارت دفاع ملی افغانستان امروز جمعه 28 جوزای 1400 نوشت روز گذشته نیروهای دفاعی و امنیتی با پشتیبانی نیروهای هوایی طی عملیات مشترک در مربوطات ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند توریستان طالب را هدف قرار دادند. این وزارت افزوده است که در نتیجه 8 تروریست طالب به شمول دو قمندان به نامهای قدرت الله مشهور به اسد الله و حسمت کشته و 23 تن دیگر آنان زخمی شدند. در ادامه این وزارت نوشته است که همچنان مقدار از سلاح، مهمات، تجهیزات دشمن تخریب، 7 حلقه ماین نیز کشف و خنثی شد. یادآوری میکنیم که ولایت هلمند یکی از ولایت‌های ناامن افغانستان است و جنگجویان گروه طالبان در آن حضور گسترده دارند. برای سپاه 209 شاهین فرمانده جدید گماشته شد. فرماندهی سپاه 209 شاهین در پی از دست رفتن برخی ولسوالی های ولایت های شمال تغییر کرد. با گزارش سپوتنیک، در پی از دست رفتن ولسوالی های ولایت های شمال، تورن جنرال خان الله شجاعی به جای غلام مصطفی وردک به حیث فرمانده سپاه 209 شاهین امروز جمعه 28 جوزا معرفی شد. در ماه‌های پسین چندین ولسوالی در چند ولایت شمال افغانستان از کنترل نیروهای دولتی این کشور بیرون شده و به دست جنگجویان گروه طالبان افتاده است. یادآوری میکنیم که هم‌اکنون در بسیاری از ولایت‌های افغانستان میان نیروهای دولتی و جنگجویان گروه طالبان جنگ جریان دارد. به نقل از اشت صبح، کاخ سفید ترکیه نقش اصلی را برای تامین امنیت میدان هوایی کابل بازی خواهد کرد. جیک سلیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرده است که ترکیه پس از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان نقش اصلی را برای تامین امنیت میدان هوایی حامد کرزی بازی می کند. سلیوان در یک نشست خبری گفته است جو بایدن رئیس جمهور امریکا و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در حاشیه نشست سران سازمان پیمان نظامی اتلانتیک شمالی یا ناتو
در مورد تامین امنیت میدان هوایی کابل به صورت مفصل گفتگو کرده است. او افزوده است که رئیس جمهوران امریکا و ترکیه در این مورد توافق کردند که همکاری کنند. با گفته سلیوان، اردوغان خواستار کمک و حمایت امریکا برای انجام این ماموریت شد که از سوی بایدن تایید شد و گروه های فنی روی جزئیات آن کار می کنند. مشاور امنیت ملی امریکا تصریح کرد که تعهد رهبران ترکیه و امریکا ثابت کرد که ترکیه نقش اصلی را در تامین امنیت میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزایی بازی می کند. در نشست سران ناتو نیز روی تامین امنیت هوایی کابل گفتگو و توافق شد که هزینه آن از سوی اعضای ناتو تامین شود. طالبان با هر نوع حضور نیروهای خارجی مخالفت کردند. تامین امنیت میدان هوایی کابل و نمایندگی های سیاسی در کابل دو مسئله مهم برای جامعه بین‌المللی پس از خروج نیروهای خارجی است. هرچند طالبان گفتند که دیپلمات ها را هدف نمی گیرند، اما جک سلیوان گفت که به آنچه طالبان اعلام کرده باور ندارد. او افزود که نگرانی حمله طالبان به دیپلماتان بین‌المللی و غربی را جدی می گیرد و به همین دلیل روی برنامه دقیق و مؤثر امنیت کار جریان دارد. مسئله واگذاری تامین امنیت میدان هوایی کابل به نیروهای ترکیه پیش از این نیز به صورت مکرر مطرح شده است. رئیس جمهور ترکیه از ماموریت جدید این کشور در افغانستان و احتمال حضور نیروهای ترکیه پس از پایان روند خروج نیروهای بین‌المللی سخن زده و در این مورد خواستار همکاری پاکستان شده است. وزارت امور خارجه کشور روز پنجشنبه 27 جوزا اعلام کرد که حرف‌های اردوغان در مورد حضور نیروهای کشور دیگری در مورد تأمین امنیت میدان هوایی اساساً غلط تفسیر شده است. پیش از این ارگ ریاست جمهوری نیز گفته بود که نیروهای امنیتی مسئول تامین کشور هستند و این نیروها از تمامیت ارضی کشور دفاع می کنند. مشاور امنیت ملی امریکا تصریح کرد که تعهد رهبران ترکیه و امریکا ثابت کرد که ترکیه نقش اصلی را در تامین امنیت میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزایی بازی می کند. در نشست سران ناتو نیز روی تامین امنیت میدان هوایی کابل گفتگو و توافق شد که هزینه آن از سوی اعضای ناتو تامین می شود. طالبان با هر نوع حضور نیروهای خارجی مخالفت کردند. تامین امنیت میدان هوایی کابل و نمایندگی های سیاسی در کابل دو مسئله مهم برای جامعه بین‌المللی پس از خروج نیروهای خارجی است. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید جهان سپاس. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.